علیکم دوستای عزیز، بازم نوبت نشر برنامه قصه های زندگی فرا رسیده. خود اول بیاین که به یک بخش از قصه امروزی گوش بتیم. بچه جگه که سمرم چشمای دواز کن. این صدای مشخورمای دم دراز بود، یکی چرا گریان داشت. بیاین که یک جای قصه شو بشنویم. واه، هی کردای ترکاری خوب بسیار خوب سمس شده. مگه می الفکای ارزه ناخ در کردای کاو پیاز برامده. خو خیر اینه، ما کلیش جمع کده دور من نازم. اینه تا اوهوی توتی، امروز چرای تو خوش و خندان است توتی؟ او توتی علیکم سلام توتی، بگو که چی گپ بود که تو خنده داشتی؟ ها بابا نور، من گفتم قصد استیشم رفت استیشم. چرا توتی؟ او خود دوستت هست. نه که کدام چیزی گفتی که قار شد؟ ها نه بابا نور، نه. خیلی چرا کتت قار کده از پیشت رفت؟ خوب شد که رم بابا نور، من دوستم بفایده را کار ندارم کار. ای توتی، اگه قصه مشخورمای دمدراز سرت آمد، او وقت باز چی میکنی؟ ها؟ مشخورمای دمدراز؟ الان زیشه بابا نور قصه شه برم بگو قصه شه. سعیست توتی، به شرط قصه را میگم که این قصه را به مین آگه کن بگویی. قبول است بابا نور، قبول. قصه تو راست که یک وقت در جنگل کلان دو مشخورما به نامای دمدرازک و گندومی زندگی میکدن. چند وقت شده بود که دمدرازک کت گندومی دوست شده بود. او ندگه چی درد سر بتومد، یک روز بام خونه مشخورمای گندمی خراب شده بود و بسیار پریشان معلوم می شد. اوف، کناق بام خونه ککم سراخ شد. تو باش که بام داخلش خاک بردم، حتماً بسته می شد. اینه، یکم دا خاک بردم. مشخورما، ما او شستیانه. مخترمه خنده نگذاخت، بچه های کمزنن روش خندی کدن، یک کتم کمک شو. نه سر روش خنده میزنم، کمکو تلا نمیتارم. خود خاک خشک حاله را در سراخ بم مندازی، تو سی که کل خانه را که در خاک برکنی. اوه، ایش آقا کراس میگه، ما خود کل خانه که خود خاک برکدیم. اوف، آلو چون اوکنام. یادم آمد، اونه چند قدم دورتر یک تخت سنگ است، باید آچیل او را بیارم. اوف، گلده میگرد دوست خوبم، چی گفت؟ سنگی که زورت نمیرسد تو دو تشکده میری. دوم درازه، خوب شد که آمدی. الان زود شو کمک شو که تخت سنگ روی سراخ خانده کم بانیم. خوب، چی شده؟ صبح یک گو پاشه در روی خانده کم ماند و بام خانده کم سراخ کرد. حالا می خواهم روی سراخ بام بسته کنم. حالا هرچی که زور می زنم این تخت سنگ تو روی بام برده نمی تانم. حالا کتم کمک شو. سعیز گندمی، مگم خودت میفهمی که ما در کار کدم زیزت گوش نمیشد. حالا بیا که سنگ ببریم بازگرد میزنیم. سعیز، تو از اون طرف سنگ بگی، ما مزینی طرفش. حالا آفرین دم درازه، تمیز و تیلکو که سر سراخ بسته شده. خیلی دیگه دلت جمع باشد. خیلی ببینی دم درازه. حالا دیگه برم خوردنی بته که میرم. خوردنی چی برات بدم دون درازه؟ گندمی، ما از خاطر کمکت کردم که پیشتر گفتی باز گپ میزنیم. اول دیگه از گپت منکر نشو. دون درازه، تشکر که کمکم کدی. خوی نالو برو خوردنی تا پیدا کو. ببخشی، ما در فکر خانه خود بودم، هیچ خوردنی ندارم. بیتو نمیشه گندمی، یا خوردنی برم میدی یا پس سنگ دور مندازم. خورمه که خود جنجال کدن جنجال. ها توتی، گندمی خوردنی نداشت که به دمدرازک میداد.
از این خاطر جنجالشان بالا شد و دم درازک هم قار کرد و از اونجا رفت. خواه ماما نور خواه. آه دیگه چی درد سر بتومه توتی؟ از این گپ چند روز تیر شد. یک روز در جنگل طوفان شده بود و سیل آمده بود. خانه گندمی گرد نزدیک جوی کلان بود و بسیار وارخطا معلوم می شد. همه جای خود خبه دقیق زیاد شده رئیس. به توفان و باران سر کن و گروه و بلنده به خانه گندمی بود رسان. این رسیدم میفهمم که کتم کار است. خوخای شاید یاد شرطه باشم کمکم کنم. نیستی که در باران توفان در آزه و تک تک میزنی؟ مستم دوستت گندمی از در آزه رو باز که زیر باران تر شدم. چرا آمدی گندمی؟ باز چی گفت شده؟ دم در روزه در خانگت ما داخل شده و به جای ماندیم. بارم که داخل برام که بیشی نفسم بر آمد. صبر صبر گندمی با یک شرط برات جای میتم. های های چی بگویم ای باران وضعیت خراب من سایکو گفای تر سایکو. خیر بگو میشنم چی شرط داری؟ شرط می است که اگر چیز خوردنی کتی تا اردی اون را میتمد که در خانه بیایی. اگر نی برو کدام جای دیگه. دون درازه بیا های روز پس مره سایکو کپ تر دیبی ببینی همه چیز مره سیل برد بستو مره از خودتون خوردنی های میشنسی که تو میگی. آه اگر کتی خود خوردنی آوردی خود خوب اگر نی برو جای دیگه. خیر ایچ جازه رسه باز روزش میرسه. برو برو پیشوری خوبی. حالا دایی زیر باران چطور کنم و کجا برام؟ ویش بابا نور ایکن نمیگه چطور خواد کد چطور؟ آه توتی گندمی از کار دمدرازک بسیار خفه شده بود و خانه یک دوست دیگه خود رفت و خود از جنجال طوفان و باران نجات داد. خب بابا نور بگو که بازی شد چی؟ دیگه چی درد سر بتومه توتی؟ از این جنجال هم چند ماه تیر شد. در جنگل قاطی آمده بود و خوردنی به بسیار مشکل پیدا می شد. وضع دم درازک و چوچگکش هم بسیار خراب معلوم می شد. الان مادر از گشنگی می مرم. یک چیز خوبه تکه بخورم. چوچه قندم خودمون بدتر از تو گشنه هستم. هیچ چیزی با خوردن نمانده. خود چطور کنم قاطی آمده. وای خدا جون دلم از گشنگی ریشکی ریشکی میشه. دست پایمو میلرزه. مادر مادر دست خرگوش و کرموش جواریست. ها دیدم خرگوش کرموش خیر کرمی از جواری هایتان بتین که چوچگکم بسیار گشنه شده. نه نه دوم در روزت دقیقت خود ما با چوک جنجال و زومتی را پیدا کردیم. باز به تو هیچ کمک نمیکنیم. فقط که تو را نمیشناسی ما رفته. کرموش و خرگوشم کمک ما نکردن. حالا چی تو کنیم؟ بیا که در روزی خرمایی را تک تک کنیم. میشه که کمک ما کنم. من دیگه شمیر و رفته را ندارم مادر. چی تو کنم؟ سید چی چگرکم تو هر میگه به این گوشکک پشت من تک تک میکنم. خرمایی آه خرمایی چی خرمایی هم جوابم نمیده. هر دروازه را که تک تک میزنم این جوابم نمیده. خرمایکم نمیکنم تنها خانه گندمی مانده که پیشوام روی ندارم که برام که تو کنم. چوچه دمدرازک از گشنگی زیاد زوف کرد و بیوش شد. خود دمدرازک فکر میکرد که چوچگکش از بین رفته. وشنه چاره حالا دمدرازک چی خواد کرد چی؟ دیگه چی درد سر به تومه توتی؟ دمدرازک چوچه خود در بغل گرفت و گریان داشت. گندمی که صدایش شنید
عاجل از خانه خود برآمد و پیش دمدرازک رفت. چرا گیران داری دمدرازک؟ گندمی پرسان نگو که تباه شدم. کوچکه که مزدس تردی و گشنگی از بای رفت. تو تو باشدم ایتخابی بینم. نه دمدرازک، کوچکه که از بای نرفته از دست. چی؟ درست میگی؟ آه اونه بلک زدارایی. حالا زود شو بیا به خانه ما ببریشو، اونجا ما برای شب خوردنی میتام که باباش بیایا. سعید گرد میگرد، سعید برو که بریم. مادر من کجا هستم؟ شکره من باباش آمده چی چگه که قبلم خانه دوستم گندمی هستیم. زنده باشی گندمی که چیچگه که ما از مرد نجات دادی. نمی فهمم این کمک تو را چطور ادا کنم. ما را ببخش که در حق تو بیچار بدیا کردیم. خیر باشه، من از اول خبر نداشتم. اگر نه نمی ماندم که چیچگه که تو از گشنگی زوف کنه. نگم چرا هیچ خوردنی پیدا نکردی؟ گندمی چی بگویم، اما قسمه که کتی تو از خاطر خوردنی های دوست و آشنا شده بودم، کتی کل ایوانای دیگه هم اما تو دوستی و آشنایی داشتم. های های چی بگویم دم درازه؟ خودم ملامت هستم و نمطلبم که پوره میشد دوستی خود کتشان قطع میکدم. از خاطر همی عادت بدم کل ایوانا مثل تو از پیشم خفه شدن و هیچ برم کمک نکدن. خیره خوب شد که آلی هم به اشتباهت فهمیدی. آلی فهمیدم که این مطلب آشنایی چقدر بد بوده. حالا فهمیدم بابا نور، مام از خاطر خوردنی دوست من نشده بوده من. خوال مرم یک قصه را برش میگم، ازش بخشش میخوایم بخشش. ما میگم ای ولای تو تیگه که هوشیار ما، مطلب آشنایی بسیار بد است و مثل مشخورمای دمدرازک ما را پیش دوستای ما به اعتبار و سبک می سازد. آخر خود ما نقص می کنیم. بابا نور من دیگر رفتم، خدا حافظ. دوستای عزیز، یه قصه را که شنوین، عبدالله فضلی در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و جور کده بود. جهان